احزاب سیاسی، جهادی و نهادهای مدنی افغانستان اعلام کردند که مخالف برگزاری تجلیل از سال روز کشته شدن داکتر نجیب، آخرین رئیس جمهور نظام کمونیستی افغانستان هستند. آنها امروز با برگزاری کنفرانس خبری مشترک در کابل از حکومت افغانستان می خواهند که مانع برگزاری تجلیل کشته شدن داکتر نجیب شوند. یک گروه کوچک جنایتکار بیایند از یک جنایتکار دیگری بخیزند و تجلیل بکنند از سال روز کشته شدنش و ملت دیگر که آنهایی که کشته شدند، پدرانشون کشته شده، برادرانشون کشته شدند، تماشاگر باشند که چگونه بر خون پدرهایشان پا گذاشته می شود. می خواستند و می خواهند که در خیمه لوی جرگه مجلس رسمی و هم با فرمان رئیس جمهور و با حمایت علاقات ملمحال در داخل حاکمیت برگزار کنند که توهین بزرگ بروای طیبه شهدای جهاد افغانستان، توهین بزرگ به میلیون ها مهاجر و توهین بزرگ به کافی ملت مسلمان و شهید پرور افغانستان است. نمایندگان حزب اسلامی و جمعیت اسلامی همچنان تجلیل از کشته شدن نجیب را برنامه های سیاسی کشورهای بیرونی دانسته می گویند که مانع این کار خواهند شد. تجلیل از کشته شدن یک شخصی که معلوم الحال است، باری دیگر می خواهد که در این کشور باز هم آتش بفروزه، جنگ را تشدید ببخشه و اختلاف را بار بیاره، در مقابلی از او باید هر کاری که ممکن بوده باشه انجام داد. برادرای ای تنها به این خاطر نیست که گویا چند نفر جمع میشن از یک شخصیتی که منفور است به ملت ما و از جمله شخصیت‌های قاتل و سفاک تاریخ معاصر ما به حساب میاد، از سال روز مرگش یا قتلش تجلیل میکنن. بحث اصلی است که یک برنامه استخباراتی بزرگی است به خاطر مخالفت و سپوتاج صلحی که در راه است و مردم افغانستان به او نیاز دارد. مولوی حبیب الله حسام، رئیس شورای علمای 34 ولایت افغانستان، در این نشست گفت که تجلیل از کشته شدن دکتر نجیب به معنای پشت پا زدن به خون میلیون ها شهید است که به خاطر دفاع از وطن و اسلام جانشان را فدا کردند. وقتی ما میگیم نجیب، ما فلسفه داریم. اگر از نجیب تجلیل شوه، باید به 2 میلیون شهید خط بطلان کشیده شوه. نجیب در یک روز در 24 حود 1357 روسا هنوز تجاوز نکرده بودند، 25,000 انسان در هرات به میلی تانگ بست، به خونپاره بست، به مسلسل بست، به تیاره از ترکمنستان و ازبکستان آمدن، از اشقابات بمبارد کردن. یک روز 25,000 ملت، 25,000 مسلمانی سرزمین در ایراد کشتن. سخنرانان دیگر در این نشست همچنان تأکید کردند که مانع برگزاری این مراسم خواهند شد. کچیر نجیب دیشتیا او وطن دوست و یای په وطن زړه خوګیدلی، نو ژوندی مسلمانان به یې په پلیګون کې ژوندی نه ښخول او بلدوزرو باندې بې خاورې نه پیوراړولې، او دی خپله به ورته ولاړ و. اسناد موجود دی، بې سنده خبر نه کو. اگر هر حرکتی، هر سازمان و نهادی، هر عملی که در برابر جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان قرار بگیره، توهین و حدک حرمت به همه ارزش های ملی، میهنی و دینی و اسلامی این ملت قرار میگیرد. مشکل ما با شخص نجیب نیست، مشکل ما با فکر و اندیشه دکتر نجیب است. تکبیر الله. احزاب سیاسی، جهادی و نهادهای مدنی در حال مخالف برگزاری تجلیل از کشته شدن دکتر نجیب در کابل شدند که چند هفته پیش رئیس جمهور غنی فرمان تجلیل از کشته شدن نجیب را صادر و یک کمیسیون را برای برگزاری آن تعیین کرد. اما این کمیسیون در ابتدای هفته موفق نشدند که این مراسم را برگزار کنند و اعلام کردند که فردا پنجشنبه می خواهند این مراسم را
در لویه جرگه برگزار کنند. احزاب سیاسی، جهادی و نهادهای مدنی نیز گفتند که مانع برگزاری این مراسم خواهند شد.